محترم رویدون که بیا همسری ماشه جنابی از بکی سب موقعیت جغرافیوی قندوز چقدر سبب ناامنی داخل قندوز شده است از نگاه ساختار داخلی کشور و از لحاظ ساختاری که با کشورهای شمالی ما داره؟ موقعیت جغرافیوی قندوز از ابتدا مورد فوکس مخالفین بوده در مجموع بسیار راه های باز دارد با ولسوالی هم ولایت همجوارش ولایت تخار همطور با ولایت بلخ بغلان و بدخشان هم چون مسیرش ازمی است مرکز قطغن که میگن مرکز زون شمال شد واقعا وقتی که مرکز یک سمت برش مشکلات خلق شوه تاثیراتش حتما بالای ولایت های همجوارش است و این باز مرز که با کشور تاجیکستان داره خود از یک موقعیت استراتژیک برای خود میگیره به خاطر از اینکه از یک طرف با کشور خارجی هم مرز از ولایت های همجوارش نه تنها در داخل این مشکلات خلق میشه اگر برای کشورهای همسایه هم از این طریق مشکلات خلق بکنن بسیار آسان بسیار زود سر و صدا های از این تا کل جهان به گوش همگی میرسن از اون لحاظ این قندوز موقعیت جغرافیش واقعا که یکی از بودای نام بودنش هم هست. خب در مورد تجهیز و تمویل نیروهای مخالف پرسش های وجود دارند که اگر ما بگیم که از جنوب به قندوز حمایه میشن که امکانشان بسیار کم دیده میشن پس به نظر شما طالبی که میتونن قندوز آنن و هر وقتی که شما گفتین سقوط کنن و به شهر برسن همه امکانات و تجهیزات و همه آمادگی ها را از کجا به دست میارن؟ دمی چند روزی که در قندوز جنگ شد شاید بعضی ویدیوها را شما دیده باشین که از یکان جایی که اونا پوستا و یا قرارگاه نیروهای امنیتی را گرفتن چقدر مهمات میبردن از شما یک موضوع دو موضوعی که متاسفانه که از خود نیروهای امنیتی اونا مهمات میخرن این جنجال ها بارها در مابین نیروهای امنیتی بوده شاید بزرگاه از اونا یک گپ نپذیرن که بگه نه یک گپ نیست شما مستند بیارین واضح بسازین خدا این وطن بسیار یک سپر خوب همی است که برای کسی یک گپ که بگوی او میگه که ایرم مستند بساز دیگه بازی بسیار مشکل می باشه و امو است که او آدم هم دل پر کار خودم میکنه و ای آدم هم با امی حرف مسئولیت خود ادا میکنه ولی ویدیویی که نشر شده بود و بعد از جنجالای قندوز دیدن که از جا چقدر مهمات میره و بارها و ادارات همیشه انتقادهای خود در داخل نیروهای امنیتی داشتن که فلانی مرمی سودا میکنه ای مهمات هم مفروشه و یا امثال هم اونا از برق پیسه میگیرن از قراردادهایی که میشه پیسه میگیرن در مجموع از منابع حکومت عواید بسیار خوب دارن و او رو پس با یک تعداد معاملگرهایی که متاسفانه عمر میره که برای او آدم میتهم خود مشکلات رو به همی جنجال ها مندازه و هم سبب میشه که اینمی ناامنی و مشکلات به می حد خب جناب رجوکی صاحب یک سرباز بیچاره ای کار کرده نمیتونه بله حتی کسایی که چیزی نا چیزی از سربازی هم بلند باشن ای کاره یعنی تا قماندان طوله و تا یک فرد عادی ای کار کرده نمیتونه بخاطر که پرسان میشن دلیل هستن در اینجا دوستا که در حکومت کار میکنن خصوصا در وزارت دفاع با ما صحبت هایی داشتن گفتن که یکی از جنرال هایی که واقعا هم عشق به وطن داشتن و به وطن دلشان می سوختن یک اندازه تیل را ذخیره کرده بود به خاطر اینکه اگر ناتو باز تیل برشان در وقت نتن یه زمی تیل نگاه داشته شده استفاده کنن دوسیهشان میگه سال هاست تا انوز در حکومت هستن که چرا شما تیل نگاه کردین شما فکر نمی کنین که با همچون مسائل ما نمیتونیم که قدر بگوییم که این مسائل هستند یک مرمی هم اگر گم میشن از سرباز به ماها پرسان میشن پس دست هایی هستن که حتی پرسان کردن هم نفی کردن بله ما خب همطور همیشه منتظر همی هستیم که همی بزرگوارا و نیروهای عدلی و قضایی همی ادارات عدلی و قضایی ما همی بزرگوارا را
مشنویم که مثلا فلانی آدم اختلاس کرد یا اونطور مشکل خلق شد مثلا ولی معرفی شد، ولی بازو کی به محکمه معرفی میشه هیچ معلوم نیست. و اگر به محکمه معرفی میشه بارها دیدیم که براءت گرفتن. تا زمانی که مجازات مکافات قانون به طور درست حاکم نشه، اینو باور بکنین که بازو برای خود یک راه جور میکنه. اما مرمی پرسان میشه بر روی سند و مدرک، اگر مصرف هم میشه بر روی سند و مدرک، اگر حساب هم گرفته میشه. یک فایر شد 100 فایر نشته میکنن، روان میکنن دیگه، اون کسی خوب پوچک شه اوج رفته حساب نمیکنه که چند مرمی فایر شده تو واقعا هم تو یک گپ بود نبود. این خود بیخی یک امر معمول شده که از پایان تا بالا همو منافع همی تعداد که با هم گره خوردن همگی بار مسئولیت از شانه های خود دور میکنن، از مسئولیت میگریزن، میگن امضا کو بره و کار من میشه کار من. یک موضوع. دوم موضوع چی است؟ متاسفانه امروز در وطن ما و شما با وصف احترام به نیروهای امنیتی ما باید بگویم که ما نیروهای قراردادی داریم. پلیس ما، اردوی ما، همگیش اون مشکلات خانوادگی خود با این ماشه که از پلیس اردو میگیرن، با اون مرفوع میکنه، با همون زندگی میکنه. این نه تنها پلیس، نه تنها مدافع ما و شماست، این مسئولیت خانواده خود با همی ماش داره. یعنی این دو وظیفه را اینجا انجام میده، هم فکرش به خانواده خود است، هم فکرش به خدمت به ما و شما، دفاع از ما و شما. اگر این سیستم به سیستم خدمت تبدیل شود که دیگه ماش نباشه، ما که وکیل هستم، او که بچه وزیر است، بچه هر بزرگواری که است مثل سابق برای 2 سال خدمت سربازی خود انجام بده، باز شاید از این گپا جلوگیری شود. و دیگه واقعا که هم مصارف نیروهای امنیتی کم شود و هم از این گپا جلوگیری میشه. حالا امروز او سرباز او چیز گیریم که سربازی کار نکنه، نتونه، ولی اگر مشکلات بالای یک آدم بیه، باور بکنیم که او از حد خود میگذره، هر کار انجام میده. وقتی که ما مشکل او را در نظر نگیریم، وقتی که نان از او درست برش داده نشه، از تیلش برش درست داده نشه، ماش هم به وقتش برش اجرا نشه و او هم به خاطر اونم یک مزد ماش اینجا خدمت بکنه، بسیاری توقعهای ما فکر بکنم از اونا باز بالا خواهد بود که اونا اینطور یک کار را انجام ندن. و اگر شما میگین امی تیل ای آدم ذخیره کرده، دوسیش در اونجا هست، ولی متاسفانه کسایی که شاید امی تیل ذخیره نکرده باشه و اما تو گرفته باشه، ایفو مایل کرده باشه، شاید حتی بر از او دوسیه جور نشته باشه. اما سارنوال صاحبا و اما بزرگوارایی که مجری قانون هستن، از قانون نظارت میکنن، یکی دو نفر که واقعا همطور کار کرده، اونا را به جزای اعمالش که برسانن، بر از اینا هم پن میشن. اینا هم از او انگیزه میگیرن که فلانی محکمه شد، اینطور یک گناه را انجام داده. وقتی که اونا انجام نده، کسی که صادقانه یا نیت خیر داشته مشکل برش خلق شد، و کسی که عمدن و قصدن کار انجام داده باشه، بازی خود از این انگیزه میده به مردم دیگه نام آماده نمیشه. بگم اترو گفتم میشن تحلیل های وجود دارن که به خاطر فشار آوردن با کشورهای شمالی همسایه ما، شما حتی میتونیم بگویم که با روسیه، قصدن و عمدن باید قندوز نامن باشن و یک آلی فشار باشن از این لحاظ بالای کشورهای شمالی همسایه ما. به طور مثال شما گفتین که با بلخشان میتونه حتی ناامنی قندوز تاثیر داشته باشن، پس اگر بلخشان از چترال و از طرف نورستان ما ببینیم یک مسیر ناامنی از بخاطر انتقال ناامنی به شمال و به کشورهای شمال، فکر نمی‌کنین که این مسیرها، این مجراها باید به می شکل ناامن باشن تا یک تهدید یا آله تهدید یا آله فشار باشن در این منطقه؟ متاسفانه مشکلات افغانستان برای همه معلوم است که هم مشکلات داخلی است هم مشکلات بیرون. سیاست‌های بیرون همیشه تاثیر خود بالای افغانستان داشته. ما از این انکار کردن نمی‌تونیم که شاید همینطور یک سیاست بیرونی باشه که ما در ناامنی زندگی بکنیم تا تهدید باشه برای همسایه بیرون ما. ولی ما همیشه میگیم که ما وقتی که با بزرگا، با کشورهای اول قدرت یا با کشورهای بیرونی که سیاستهای کلانه بازی میکنن همراه از اونا، وقتی که همگام هستیم، باید سیاست از اونا سبب نشه که ما تلف شویم، ما مسیر قرار بگیریم،
که زیر پای شاریم نگه، هدف نباشیم، مسیر هدف باشیم که اینا به خاطر رسیدن به هدفشون از سر ما تیر شون و هدف خود به هدف خود برسن. و ایرم براتون میگم که کشورهای همسایه ما کشورهای نبوده که در جنگ باشن، اونا سیاستشان تمام گپشان سیستمشان تاول برهم نخورده که این گپا بالای از اونا تاثیر بکنه. به نظر من این سیاسته که ما ناامن باشیم، شاید بالای روحی از اونا، شاید بالای روی از اونا، شاید بالای سیاست از اونا تاثیر بکنه. من فکر میکنم که اگر تاثیر اول خود نمیگذاره، اگر بگذاره بسیار یک اندک خود بود که فکر میکنم که باز به این رقم شاید ما بعد سالها بعد دهها حتی بعد قرنها به می وضعیت باشیم که تاثیرات عمده و اساسی از اینا به وجود بیاد. خب یکی مسئله دوم هستن که شمال، کشورهای شمال از این از داعش ترس و حراس دارن. آیا ناامنی قندوز و یا در اونجا قدرت بیشتر طالبان یکی از سببهای نیستن که شاید در اونجا کشورهای همسایه بخواین که دفع ضرر باشن پشت حمایه طالب؟ کشورهای همسایه ما همیشه از این حرکت‌ها و جریان‌ها در ابتدا شاید حراس داشته باشن. در ابتدا همون کشورها از مجاهدین هم حراس داشتن، میفتن ولی مجاهدین بیا شاید برای ما مشکل ساز باشه. مجاهدین آمد هیچ مشکل برای از اونها خلق نشد، گذشته. از طالبان هم حراس داشتن، حالا از طالبان اونها حراس ندارن. از داعش هم اگر حراس داشته باشن شاید داعش رفت یک چند روزی باز یا مثل ما وری عادت میکنه با مو وضعیت، یا ای که میفهمه که دیگه کدام گپ نیست، او هم تاثیرات خود نداره. اینا به خاطر از این که داعش بر از اونها مشکل ساز باشه یا در مجموع پیشتر گفتم اونها سیستم و نظام و همه چیزشان جور است، از زیر بنا مثل ما واری خراب نیست. اونا همیشه از وضعیت‌ها از همه گپ تحلیل خود دارن، حتما آمادگی خود در هر قسمت دارن. ولی باور بکنین با هر این سیاست، با هر این حرکت، با هر این جریانی که انجام میشه، تنها متضرر مردم افغانستان است. تنها متضرر اونم مردم شمال که شما میگین، تنها متضرر بازم اینمی ملت بیچاره افغانستان است. باور بکنین که اینا با این حرکاتش نه کدام ضرری به اونا رسیدن، نه کدام سیاست اونا تغییر خوردن، تنها متضرر ما هستیم با هر سیاستی که باشه. حضور و فعالیت داعش چگونه در قندوز؟ تشویش هست؟ تشویش مردم ما نداره. تشویش مردم قندوز آنقدر تشویش و نگرانی از حالت خود داره که هیچ اصلا حال فکر داعش نمی کنه که داعش هم میگه کدام گروه است یا نه. از همین حالت ما خود گد از این بدتر شاید دیگم داعش هم به البته اینقدر میکنه. ما نگرانی ما به هنوز قدر فکر ما آرام نشده که ما بگوییم داعش، ولی ما تا هنوز از محیط و منطقه نشنیدیم که کدام جای کدام بیرق داعش باشه، کدام حضور فیزیکی داعش باشه، تبلیغی داعش باشه، هیچ یک چیز تا هنوز ما در ولایت قندوز شاهد نیستیم. خب در مجموع انتخابات ریاست جمهوری نزدیک هستند، وضعیتی که گویا قندوزی ها بتانند در انتخابات آینده شرکت کنند، فیصدیش شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ما در انتخابات شورای ملی هم بسیار یک انتخابات در سطح اونمون مراکز ولسوالی ها و مراکز خود قندوز داشتیم که بسیار معدود بود، و در انتخابات ریاست جمهوری هم تا اونمون حد است دیگه. اکثریت مردم نمیتونه اشتراک بکنه، سایت ها بند است، ساحات ناامن است، مردم در انتخابات قبل هم تذکیرهای خود نتونستن استیکر بزن به خاطر این ناامنی ها. دیگه وقتی که اگر اونجا عالم نمشه اونها استیکر هم ندارن که اشتراک بکنن. آماری که کمیسیون قندوز میگه الا 50,000 استیکر شاید باشه، ولی من فکر میکنم که شاید تامی حدم نباشه. و یا بعضیا این وضعیت ها که میبینه عمدن بگه که من استیکرم دارم شاید اشتراک نکنه، ولی ما تصمیم داریم به خاطر از اینکه پروسه ملی است، انشالله بخیر به ولایت که رفتیم با مردم پیام میتیم، تشویقشان میکنیم که این پروسه ملی اشتراک بکنن. اگر مردم وقتی که اشتراک نکنند، جناب رزبی که صاحب چقدر صادقانه و چقدر کاذبانه معلوم میشن. شما گفتین که وضعیت نهایتا خراب هستن، آیا شما تشویق کاذب نمیکنید؟ نه خیر، ما تشویق صادقانه به این خاطر میکنیم که اونم آدمی که در اونجا حداقل استیکر داره بیای اشتراک بکنه، به خاطر از اینکه اشتراک از او سبب میشه که مردم بفهمه که سرنوشتشون و رأیشون تعیین میکنه. وقتی که مردم اگر اشتراک نکنه، بی‌علاقگی نشان بده و با اینمی کمیت و کیفیت همیشه تصمیم گیر کمیسیون انتخابات باشه، باز بالاخره خود از این مردم
از تصمیم گیری های کلان سیاسی دور میمانه. این همی سبب میشه که باز دیگر مشکلات روز بر روز زیاد میشه. ما به خاطر تشویق میکنیم که مردم در پروسه های ملی با وصف مشکلات و چالش هایش که باشه باید به هر گونه باشه اشتراک بکنه، حضور خود نشان بده باید. چون انتخابات ما انتخابات میکنیم ولی انتخابات ما را جامعه جهانی میبینه، تمام مردم میبینه. به این خاطر ما باید به هر شکلی که شوه مردم باید قانع بسازیم که به انتخابات اشتراک بکنن. خب تغییری که اشتراک مردم میتونن سبب تغییر زندگی مردم شوند در قندوز، آیا شما باوری هستین؟ اگر در کوتاه مدت نتونه در دراز مدت میتونه که تغییرات بیاد، چون مردم باید بفهمه که رأیشان سرنوشت ساز است. مردم باید بفهمه که مردم است که انتخاب میکنه که بالاخره یا خوب یا خراب چی وضعیتی که میایه، تصمیم گیر مردم است. مردم باید انگیزه داده شود، مردم بفهمه که تصمیم گیر مردم است. وقتی که مردم به طور گسترده اشتراک کرد بالاخره نتیجه مثبت در دراز مدت میگیره اگر در کوتاه مدت نگیره. خب در ناامنی قندوز بیشتر فاکتورهایی که شاید وجود داشته باشند ناامن ساختن عمدی و قصدی باشند، خصوصا دمت و پروسایی که انتخابات هستن. شما شک دارین که قصدن و عمدن در بعضی موارد باید قندوز ناامن شون؟ قندوز نه، من فکر میکنم از تجربه کوتاهی که در طول 4 سال ما داشتیم ده همه وقت بوده در انتخابات ها بعض مسائل عمدن صورت میگیره، خصوصا ناامنی ها، که امو هم سببش همی بود که میگفتن که این کار مسئله غیر مسئول میکنه، بسیارتر از اون طریقی کار میشد و همه طور هم بود و حالی هم شاید از یکان طریق دیگه امکان داره که این گپ انجام شود. ولی ما امیدوار هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری هم طور یک کار نشه، چون انتخابات پارلمانی از تمام نقاط مردم خود کاندید میکنند، امکانات دارند، در همه جای هواخواهای خود دارند، بر از اونا شاید این کار آسان تر باشه. ولی امیدوار هستم که در انتخابات ریاست جمهوری هم چیزی پیش نبیاد. خب اکثر همون کسایی که شما گفتین در انتخابات ولسی جرگه قصدن و عمدن این کار میکردن، پس اکثر اونمون کسا فعلا در تیم ها هستن. شما فکر نمیکنین که نهایتا شاید آلی کار نه خیر، چون امی منافع شخصی تا منافع مشترک یک کمی فرق دارن. کسی که باز منافع شخصیش هست و دیگه شخصا باز وارد عمل میشه، باز منافع مشترکی بود یک کمی حتما در این تغییرات وجود داره. از او خاطر امیدواری های ما به می هست که اونا درست از در تیم ها هستن، ولی شاید باز به او شکل که به خود دل سوختندن امکان نداره که کارا بکنن. باز یک ذره وجدانشان باز اوجه بیدار میشن. در مجموع وضعیت بشری در قندوز چگونه هستن؟ با موجودیت با وجود همه چالش ها و ناامنی ها و عملات و سقوط و ناسقوط و دست به دست شدن ولسوالی ها و بعضی مناطق، فکر میکنین که جوهری که باید در زندگی مردم بوده باشه او از بین رفتن؟ شما هم پیشتر اشاره کردین که جنگ 2 هفته پیش یا 1 هفته پیش حمله شد و خلاص شد، ولی تا هنوز هم با ماها شاید این دوباره با زندگی یادی خود نگردن. شما فکر نمیکنین که شاید یک طوری باشن؟ من تصور میکنم که هر آن کسی که در قندوز زندگی میکنن خشت بالای خشت نمیگذارن، فکر میکنن که فردا شاید باز هم تجربه تلخی که دیروز تکرار شده بودن امروز باز هم تکرار بشه. همونطور است. از ابتدای جنگ کسایی که امکانات داشت، کسایی که سرمایه دار بود، کسایی که تجار بود، اینا آستا آستا خود به مرکز از قندوز کشیدن آمدن، به مرکز سرمایه گذاری کردن اینجا هستن، و کسایی که در اطراف بود اونا آمدن در مرکز شهر قندوز. حالا همون کسایی که از اطراف به مرکز آمدن اونا به طور بتی کم کم تجارت خودم میکنن، یکان آبادی خودم میکنن، یکان خشتم سر خشت میمونن، چون اونا از ولسوالی به شهر آمدن. ولی از شهر بودگی ها کسایی که امکانات داشت همگیش اکثریتش برآمدن از شهر. او جوهر، او دلگرمی واقعی نیست، ولی مردم همیشه امید خود از دست ندادن، امید به زندگی دارن. این همی سبب شده که به طور متوسط زندگی خود پیش برن، ولی به طور واقعی که او دلگرمی باشه، گفته شما او جوهر باشه، در وجود هیچ کس نیست. خب در مجموع چند ولسوالی
مکملن و یا هم به شکل نسبی یا به طور فیصدی 70% و 90% و 80% در دست طالبا و دیگر در دست حکومت. ما 9 ولسوالی داریم، 6 ولسوالی داشتیم، 3 ولسوالی نو تشکیل که بعدن ایجاد شد که گلتیپا و آقتاش و کلوات باشه. این ولسوالی ها مکمل در دست مخالفین است. همین 3 ولسوالی؟ همین 3 ولسوالی و این 6 ولسوالی دیگه ما که امام صاحب و ارچی، خان‌آباد، علی‌آباد و قلعه‌زال و چهاردره باشه، اینا اگر به فیصدی بگیریم ساحات زیادشان در دست مخالفین است که خان‌آباد حتی مرکز شهر به دست مخالفین دمی چند روز پیش یک بار سقوط کرد، دشت درچی هم سقوط کرد، قلعه‌زال هم سقوط کرد یک بار. و امیال ولسوالی قلعه‌زال اصلا مرکزش آقتیپا نام داره، یک دریاست ما بین این طرف آقتیپا است، اون طرفش قلعه‌زال است، یک پل بود، پل هم از بین بردن. اون قلعه‌زال منطقه بسیار کلان است که مکمل دست مخالفین است. تنها این امی آقتیپا که به دشت آبدان وصل است، یک مساحت بسیار کوچک به نام ولسوالی هم وظیفه خدمات ارائه میکنه. پس اگر به روی فیصدی و ساحات بگویم، ساحات مخالفین بیشتر است از خب پس چگونه ما باید خوشبین یک انتخابات سراسری در قندوز باشیم؟ انتخابات سراسری را خوشبین شده تمام افغانستان باید نباشه، قندوز نه، در تمام افغانستان. ولی ما گفتیم وضعیت چیزی که در دست ما است، ناگزیر هستیم از همی استفاده بکنیم. ما خود نمیتونیم با گفته های خود، ما به می خوش هستیم حکومت دولت ما ساعت آزاد بکنه، تصفیه بکنه، برای ما خوب است که انتخابات سراسری شود و عادلانه شود، همگی اشتراک بکنن. ولی همونطور یک چیزی که حال فعلا نیست، اگر ما بشینیم با یک هفته که فرصت مانده یا در روز مانده نمیتونیم اینقدر کارا بکنیم، ولی همه قدر میتونیم که همین چیزی که به دست داریم از همین حداقل استفاده بکنیم با. که فردا نگویند که مردم قندوز جامعه جانی نگویند که قندوزیاش در انتخابات اشتراک نکنه. خب این بار انتخابات شما چطور ارزیابی میکنید با وجود از اینکه صحبت های صلح هم جریان دارن و اگر صلح دقیقاً که وقتی کمی مانده نتیجه نداد، یک گروهبند نشد و توافق بین امریکا و طالبان به وجود نیامد، پس دقیقاً که انتخابات ریاست جمهوری امسال نهایتاً باید پرچالش باشند و طالبان بیشتر کوشش از این برهم زدن انتخابات کنند، به فکر شما قندوز هم به مثل دیگر ولایت آسیب پذیر خواهد بودن و یعنی در قندوز بیشتر آسیب پذیری وجود دارد؟ در قندوز از این زیاد دیگه آسیب پذیری نمیشه، مو آسیب پذیری در نهایت خود رسیده، ولی با وصف از او مردم که یک تصمیم بگیره او را با هر شرایط با آخر میرسونه. وقتی که مردم قندوز تصمیم بگیره زیر همو شرایط مشکلات در انتخابات ولسی جرگان بود، به من انتخابات هم به منوال از او زیاد نمیشه، رای خود انشالله استعمال میکنن، انتخابات میگذره. ولی آمدیم سر از این که پروسه سال چقدر تاثیر بکنه، خوب است همی که انتخابات شود اما سال بین الافغانی شود، رئیس جمهور منتخب ما بره با مخالفین سال بکنه، اوربن بکنه، فکر بکنیم یک سال بسیار آبرومندانه و بسیار خوب خواهد شد. و آمدیم سر مسائل از این که چقدر باورمندی ما با انتخابات است، تجربه انتخابات در طول این چند سال که ما خود ما داریم و دیدیم، همیشه ما باورمندی ما از کمیسیون انتخابات و باورمندی ما با او حد نیست که ما بگوییم که 100% یک انتخابات شفاف و عادلانه انجام میشه. ولی امیدوار هستیم، خواهش ما، امید ما، آرزوی ما ای است که این دفعه یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. تشکر جناب جمال ناصر از بیکیسه عضو شورای ولایت قندوز. مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو په لاس برم په دې هیله چې نه یوازې قندوز بلکې په ټول افغانستان کې امن او ثبات وي او موږ د آرامۍ ساه وباسو.